عرض کنم ستاره بازی در ادامه تجربه های من در سینماست و به هر حال معمولا من سعی کردم شواهدی که باش در واقع روبرو هستم زندگی میکنم یه جور در واقع این اتفاقات محصول در واقع تجربیات من در چند سال گذشته است. شما در سال 97 گفته بودید که از جشنواره دلزده هستید و سال آخری که در جشنواره شرکت کردید داوری ها و بدسلیقگی ها رو در واقع گفته بودید که شما رو دلزده کرده و دیگه علاقه برای شرکت توی این فستیوال رو نداری. گفتن این شرایط فرق کرده و فکر میکنید فضا برای دیده شدن فیلمتان این بار فراهم است خانم اسرا آزاد؟ البته من یادتون باشه سال 96 فیلم آباجان رو داشتم، موقع هم یا هر حال یه دلخوریایی بود و اینها. من گفتم خب به طور مسلم خانم معتمداریا در اون جشنواره نادیده گرفته شده بود. من وقتی هم اومدم بالا گفتم که قاعده بازی رو بلد باشیم، یعنی خب همیشه یه سری داور هست و یا هیئت انتخاب هست که کاری رو دوست دارن یا کاری رو نمیپسندن. به هر حال حتما در جشنواره فجر سلایقی وجود داره، گاهی در حق فیلم های اجحاف میشه. من فکر کنم تو این سالها اگر نگاه کنیم بیشترین اجحاف ها در مورد فیلم های من بوده، ولی فارغ از همه دلزدگی ها به نظرم جشنواره فجر تنها چراغ روشن سینما در این اتفاقات در واقع غم انگیزه. من هم ناراحت میشم، من از نبود آقای نعمت الله غمگینم. من هم فکر میکنم فیلم های میتونستن باشم. جشنواره فجر با تمام بالا پایینش یک جشنواره است که متعلق به ماست و باید حفظش کنیم. خب این قصه رو که آورد به نظرم خب قصه خیلی دشواری بود، یعنی که یه فیلم توی این شرایط حالا ارزی و توی شرایط خاص بشه ساخت خارج از کشور، یک تو زمستون، حالا مسائل مالی که به کنار، یعنی اینکه بتونی ساپورت مالی خوب بکنی، از اون طرف سرمایه زیر 20 درجه. اصلی ترین مسئلهش فقط قصه بود، قصه رو خیلی دوست داشتم، برای همین پا گذاشتیم که یه کار متفاوت بسازیم. حالا امیدواریم که موفق شده باشیم. حالا فیلم رو دوست دارم و موفق میدارم. زنده باد خانم زاکری، خیلی خوش آمدید. شما بفرمایید در مورد نقش آفرینیتون در نقش سبا، بخش عمده فیلم بر دوش شماست. و من خب این چهارمین همکاری من با آقای علی مردانی هست، برای همین خب سبا از شخصیت خود من خیلی فاصله داره و خب این کار رو برای من سخت تر میکرد، ولی خب با کمک خدا آقای علی مردانی و بقیه عوامل فیلم امیدوارم که به نتیجه رسیده باشه و اون چیزی که باید شده باشه. زنده بود. توی تیتراژ نهایی ما مطلع میشیم که این صداهایی که استفاده شده صداهای واقعی شخصیت واقعی. یه مقدار در مورد این فرایند اخت شدن با این فضا، ارتباط گرفتن با این شخصیت و در واقع اتفاقاتی که افتاد در موردش برامون صحبت بکنی شاید جذاب باشه. در تمام این سالها دغدغه یک کار اختصاصی با من بود، این که در واقع خیلی دوست داشتم از روی یک رمان، یک کتاب، یک قصه در واقع فیلم بسازم، تا اینکه به صورت اتفاقی در واقع این شخصیت یه آدمی است که من در واقع یک نسبت دوری باش دارم و میشناسمش. اتفاقها، درگیریها، درد دلهایی که مادر این شخصیت با من کرد و صداهایی که از این آدم من شنیدم اتفاق عجیب و ویژه‌ای بود. سعی میکنم همیشه شهودی فیلم بسازم. آمریکا سرزمین ناشناخته‌ای برای من بود و من اگر دقت کنید من از در خونه مایکل ماتسن اون برتر نمیرفتم. چرا؟ برای اینکه نمیدونستم تو خونش چه اتفاقی میفته. سعی کردم پی او وی اتفاقات و انسانهایی که در واقع برای من چون مسائل اونها رو خودشون اونها بهتر میدونن. به نظر من مهاجرت یک ترومای بسیار وحشتناک میدونم، یعنی مثل مرگ عزیز میمونه و یه آلارم اجتماعیه. من فارغ از تمام نقاط قوت و ضعف فیلم یه کانسپت مهم دارم، اونی که اگر قرار از سرزمینمون بریم به هر دلیلی، دلزدگی ها، هر آرزوها، باید بدونیم کجا داریم میریم و برای چی داریم میریم. غرض سیاه نمایی نبوده هیچ وقت. من در ایران هم فیلم می ساختم، فیلم هم نقد تندی به اجتماع داشته، فیلم اجتماعی من ادامه صحبت هم رو برای این که می خواهم
پشت هم بیاد. لازم میدونم از بچه‌هایی که در این فیلم منو کمک کردن. بله. خالصانه تشکر کنم. در تمام مراحل فرهاد ارسلانی عزیز امروز حضور نداره به دلیل همین پاندمی و مسائلی که داشته. حضور نداره. من ازش ممنونم که در فیلم همراه بود با ما. شبنم مقدمی عزیز، بچه‌ها همه کمک کردن اگر این فیلم اتفاق افتاد. بچه‌ای که در کانادا در تولید و تدارکات این فیلم بودن، حسن صنعتی به عنوان مدیر تولیدی که در فیلم کار کرد و بسیار زحمت کشید، و علی مصفی عزیز. علی مصفی درجه یک بود و واقعا از صمیم قلب ازش ممنونم. خانم مقدمیه، لحظه باشین. شبنم جون، معلوم ما تو جلسه پرسش پاسخیم، صدات هم همه دارن میشنون. میرسید خوبه که مشارکت کنم تلفنی اگه دوست دارن. آره پایین میرسه بالا. آقای خانم مقدمی هم به ما تلفنی بتونید در واقع سوالی ازشون. اصلا همینجا بذارین صداشون رو واسه کنم. میخوام من یه دست به گوشیتون نذارم. همونجا پشت میکروفون نگه دارید. خانم مقدمی سلام، خسته نباشید. ممنون میشم اگه حالا برای اینکه وقتتون هم زیاد نگیریم، یه کوچولو و کوتاه در مورد تجربه کارتون با هاتف و در واقع مشخصا فیلم ستاره بازی برامون بگید. من این سومین تجربه‌ام هست با هاتف علی مردانی با افتخار، چون من هم در واقع نگاهش رو به فیلم‌های اجتماعی بسیار دوست دارم و هم که خودش رو آدم شریفی که در واقع بدون اتکا به هیچ جریانی روی پای خودش ایستاده توی سینما، برای من قابل احترامه و بسیار دوستش دارم. من بازیگری هستم که تا راجبه یک نقش، راجبه یک حضور، راجبه زنده کردن یک نقش به یک نتیجه با کارگردانم نرسم بلد نیستم که اجراش بکنم. بنابراین کار کردن با آقای علی مردانی برای من دلنشین و لذت بخش به دلیل اینکه راحت میتونم باهاشون به تعامل لازم برسم. می‌گم که من به خاطر اینکه جلوی دوربین بودم، ببخشید تا در واقع گیریم ها کنم برسم بالا، تایم جلسه گرفته میشه. فکر کردم که اینجوری بهتر از همه اوچایی میکنم. من راستش شما درست میگین، انواع اقسام مادرها رو در سنین مختلف بازی کردم. این برای من ویژگیش این بود که یه ناچاری و یک ناگزیری در این شخصیت بود. ناچاری برای ترک وطن، مهاجرت دومین بعد از سوگی، دومین سونامی که میتونه وجود آدم ها رو بلرزونه و همه چیز رو از درون و بیرون برای آدم تخریب بکنه، و متاسفانه این زن دچار یک همچنین وضعیتی شد. یه ناچاری و گرفتاری که در این زن بود، این شخصیت رو برای من ویژه کرده. با راهنمایی هایی که در واقع از آقای علی‌مردانی میگرفتم و اون که فیلمنامه به من میداد، یک ویژگی هایی رو هم خودم بهش اضافه کردم و این زن تلخ و ناچار و بیچاره ای شد که شما دیدید. امیدوارم که درست شده باشه. من از شبنم مقدمی عزیز واقعا از صمیم قلبم متشکرم. بازیگر درجه یک بدون حاشیه و در خدمت کارگردانی و یکی از بازیگرانی که من واقعا لذت میبرم اخلاق شخصیتش، و به نظرم یکی از بازیگرانی که هر کارگردانی آرزو داره باش کار کنه به دلیل اخلاق و توانایی بسیار براش. یکی از ویژگیهاش اینه که به طول نقشا اصلا فکر نمیکنه، و به نظرم هر بازیگر دیگه ای به جای شبنم نمیتونست این مادر رو به این قشنگی در بیاره، و من از صمیم قلب ازش ممنونم. 4 ماه و نیم 5 ماه بعد یه سری پلان ها رو به خاطر پاندمی ما فیلم برداری کردیم و حفظ راکورد برای هم ملیسا هم شبنم بسیار بسیار سخت بوده. ممنونم از جفتشون. صمیم مایکل مدسن بازی کردنش در فیلم برای ما یه اتفاق عجیب غریب بود که بتونیم این قراردادها رو ببندیم، و خدا رو شکر از این رد شدیم. حداقل فیلمی ساخته شد که به نظرم فارغ از نقاط قوت و ضعفش برای من تجربه بزرگی بود و خیلی یاد گرفتم. زنده باد. هاتف جان ممنون میشم اگر تلگرافی جواب بدی که بتونیم به همه سوالات برسیم. به نظرتان حذف بحران تصادف با توجه به نقش آن در فیلمنامه چه لطمه‌ای به فیلم وارد میکرد؟ یه چیزی رو یادتون باشه، من بر اساس یک بیس ترو استوری، یه اتفاقی رو من دارم روایت میکنم که از خودم قصه. ببینید این دغدغه مهم من بود که بتوانم بر اساس زندگی یک آدم یک فیلمی بسازم. تصادف که در واقع اتفاقی برای یه دختر نوجوان 19 ساله ایجاد میشه یک فاجعه بزرگه. بنابراین من سعی کردم بسیار بسیار به این آدمه، چون اجازه گرفتیم از خانواده محترمشون برای ساخت این فیلم، واقعا بغضی که پدرش داشت یه جمله گفت امیدوارم با دیدن این کس دیگه‌ای به درد سبا گرفتار نشه، و من هم واقعا سعی کردم تغییر تا اونجایی که میتونم در نریشن ها. البته گاهی اوقات مجبور شدم به خاطر ایرانی کردنشون، سعی میکنیم در نسخه خارجی واقعا
این اون رو اجرا کنیم تغییراتی بدم. به هر حال این رو در نظر داشته باشین که من واقعا به اسم ترو استوری بودم. اینکه این فیلم قرار بود ظاهرا به جشنواره قبلی برسه، چی شد که فرآیند تولید این فیلم انقدر طول کشید؟ خاطر وقتی که برگشت حالا از فیلم بعدیشو کرده بود توی کانادا و یه مقداری هم توی آمریکا، اومد احساس کردیم که یه مقدار فیلم کم داره، یعنی یه مقدار به دلیل حالا شرایط خاصی، شرایطی که بود توی اونجا و سرمایه شدید و بعد هزینه های بسیار بالا، یه مقداری یه جاهایی یه ذره به نظر رسید که عجله شده. برای همین ما یه چیزی نزدیک به یک ماه داخلی یک سری از سکانس هامون رو توی خود ایران فیلم برداری کردیم، یعنی توی ایران دکور زدیم و فیلم برداری کردیم. مسئله ما مشکل زمان و اینکه بعدش هم خورده بودیم به کرونا و اینها، دیگه موقع نتونستیم کار رو کامل جمع و جور کنیم. یه سوالی هم پرسیدن آقای علی مردانی که از همکاری با بازیگران امریکایی پرسیدن و اینکه این تجربه به چه شکل در واقع اتفاق افتاد، یه اشاره کوتاهی کردین اگر؟ ببینید 6 تا بازیگر اکرا و سگ در فیلم بازی میکنن که مایکل مدسن معروف ترینشونه، بازیگر محبوب فیلم تارنتینو و بازیگر من ریچارد گیر رو در واقع مد نظرم بود. یه صحبتایی هم قبلش کرده بودیم، بعد وقتی اومدیم با یک شرکتی در واقع در کانادا شروع به کار کردیم، تونستیم با مایکل مدسن در واقع گفتگو کنیم. من دیدم خیلی به این نقش نزدیکتر مایکل مدسن که خیلی هم درجه یک بود، 4 روز اومد فیلم برداری کرد. خب این تقابلش با فرهاد هستانی و بامزه بود، اینها ارتباط بامزه با هم داشتن. و مارشال منش هم خب بازیگر ایرانی امریکاییه که های متی آرماده رو دوزن در یک کاری، و 3 تا 4 تا بازیگر دیگه هم هستن که اینا هم رزومه‌ای دارن، با چند تاشون در فیلم های معروف مثلا یکی از فیلم های اسکورسیزی بازی کردن. و مجموعاً تحت یونیون بود، یعنی فیلمی بود که کاملا یک پروداکشن حرفه‌ای داشت و از نظر یونیون تولید شد. اتحادیه اتحادیه سک و اکرا. نقطه قوت فیلم بازی ملیسا زاکری است و میتواند به راحتی کاندید سیمرغ شود، درسته؟ اینو نوشتین؟ بله. من دارم 3 تا سوال، 2 تا سوال پرسیدی، مدیریت کردن طرح سوالا رو بسپر به من اگه سوالی باقی مون. چشم، ببخشی میشه سوالتون رو یه بار دیگه بپرسید؟ فرمودن که توضیحات کارگردان چقدر کمک کرده به اینکه به نقش نزدیک بشین، جزئیاتش رو در بیارین و اینکه در نهایت فکر میکنین بین نامزدهای سیمرغ هستین یا نه. اوکی، موبایلم هم افتاد. گفتم این شخصیت رسیدنش بین شخصیت رسیدن برای من خیلی مشکل بود، برای اینکه خیلی با خود من متفاوته و خب من جز فایلای صوتی هیچ راهنمای دیگری نداشتم و آقای علی مردانی در این زمینه به من خیلی کمک کردن. آره، من در رابطه با سیمرغ و کانادا سوال آقای جعفری راد رو میپرسم و بعد احتمالاً پاسخش رو از کارگردان و تهیه کننده میخوان. اینجور که خودشون اشاره کردن، گفتن که نقطه قوت فیلم بازی ملیسا زاکری است و میتواند به راحتی کاندید سیمرغ شود، اظهار نظر ایشون. و پرسیدن که چطور شد کارگردان و تهیه کننده این اعتماد را به خانم زاکری کردند و چطور به تحلیل نقش رسیدن؟ ویژگی ببین خیلی، یعنی کسی میگه خیلی، یعنی این کاملا نقطه، این دختره مثلا خودش خیلی زندگی سالم و خیلی که مهمش اینه که خیلی از این مواد اصلا نمیدونه چیه و رفت تحقیق کرد، رفت کتاب خوند در موردش، خیلی به سختی رسید. یعنی گاهی اوقات که کسی یه شناختی داره در مورد یه اتفاقی، ولی برای شخصیتی مثل ملیسا که اصلا کاملا از این فضاها دور بوده، به نظرم بسیار بسیار کار سختی شده. لحاظ مفهوم در سینما ایران بسیار بسیار جایگاه خوبی داریم در جهان، ولی به لحاظ تکنیک، به لحاظ ساختار اصلا با یه دنیای دیگه مواجه میشی وقتی از مرزهای ایران میگذری. برای من این بسیار بسیار آموزنده بود که یاد بگیرم ساختار و در واقع تکنیک چقدر میتونه به مفهوم فیلم کمک کنه. بله. زاکری، من یه اشاره کردم در ابتدا و نزدیک شدن به این شخصیت، فایل های صوتی، چالش هایی که در واقع پیش رو داشتیم و در نهایت جملات پایانی شما در مورد این نقش. تشکر میکنم از آقای سرتیپی و آقای علی مردانی به خاطر اینکه اعتماد کردن و این نقش رو به من سپردن و اینکه امیدوارم اتفاقای خوبی بیفته برای فیلم. ممنونم. متشکرم که موجز و مختصر توضیح دادین. از همه عزیزان متشکرم و از شما هم که منو پذیرفتین خیلی متشکرم. بازم ان شاء الله هم دیگه رو میبینیم. خسته نباشید و خدا نگهدار. سلام سینما.
اگر ویدیومون رو دوست داشتین یادتون نره ما رو لایک، سابسکرایب و نوتیفیکیشنمون رو فعال کنید.